بدرود بینندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شلوی گلخوجا با شما هستم. نخست به سرخطی موضوع برنامه امروز 16 نوامبر توجه کنید. از امروز بلیط هواپیماهای چارتری در مسیر روسیه تاجیکستان در فروش آزادند. سفیر تاجیکستان به شهروندان هشدار می دهد که بد دام قلابان نافتند. وقتی نرخ‌ها دندان می‌شکنند در بازارهای تاجیکستان، اکنون قیمت محصولات داخلی نیز به بالا جهید. شکر، تخم، مردم من که چیزا می‌گیرند، اما این نرخ قیمت دیگه و ما شما نمی‌رسند. و طبیبان تاجیک بیماران دیابت قند را در نسبت ویروس کووید 19 آسیب‌پذیر می‌دانند. وقتی گرفتار می شوند نسبت به بیمار شخصانی سالم کمی وزبین تر می گذارونند این بیماری. شروع از امروز بلیط های پروازهای چارتری شرکت هوایی سومون ایر از روسیه به تاجیکستان در فروش آزاد گذاشته شدند. یعنی خواهشمندان سفر دیگر برای نامنویسی در سفارت و نمایندگی های تاجیکستان و روسیه ضرورت ندارند. چون این تصمیم آخری هفته گذشته از جنبی اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان گرفته شده است. ولی با این همه توری از پیام های شما بینندگان عزیز برمی آید، اکثریت یک نفر حساب خود را گم کرده و نمیدانید بلیط ها را چی گونه و از کجا دسترس کنید. در این باره میرزا نبی خالق زاد با سفیر تاجیکستان در روسیه هم صحبت شد. برای گرفتن تفصیلات به او رو میارم. درود بر شما. از صحبتی که شما با سفیر داشتید، اکنون مهاجران باید بلیط ها رو از کجا بخرند؟ سفیر تاجیکستان در روسیه امام الدین ستاره شرایط نوی فروش بلیط ها و پروازها را شرح داد و از جمله گفت که حالا خواهشمندان بازگشت به وطن نسبت دو ماه پیش کاهش یافته است و ضرورت برای روی خط و نوبت پایه های دور و دراز 21 روزه باقی نمونده است. به قول سفیر، شهروندان تاجیکستان می توانند بلیط ها را از کسه های شرکت سامان ایر در فرودگاه و یک نقطه دیگر در بنای مهمانخانه سفارت تاجیکستان در گستیوای دام مسکو خریداری کنند. شماره چنین نقطه های بلیط فروشی در شهرهای روسیه 15 عدد است. باید تاکید کرد که مسافران باید معلومات نامی طبی کرونا ویروس را هم داشته باشند که نه دیرتر از 96 ساعت یعنی 4 روز پیش از ورود به تاجیکستان داده شده است. کودکان تا 3 ساله از پیشنهاد این سند آزادند. در صورتی که بلیط ها اکنون آزادانه فروخته می شوند، احتمال دارد که باز هم میان رفت ها پیدا کردند در این بین؟ ببینید شهلا، جناب سفیر در این خصوص نیز ابراز نظر کرد و گفت به خاطر آنکه شهروندان تاجیکستان به دام قلابان نافتند، نباید بلیط ها را از دست شخصان سیوم یعنی میانه رو بخرند، بلکه مستقیما به کسه های بلیط فروشی مراجعه نمایند. میانه رو ها این بسیار وقت مردم از فرد میبرند و دعوت در خاطر باید از شهروندان که بلیط میخرن به واسطه به یکون گپ یکون نفر باور نکنن، به واسطه بلیط را از کسا گیرن. یعنی که وقتی که میان با کسای سومان ایر برای خریدن بلیط، اگر در مثلا برای فردا اگر نموشد برای پس فرداش میگیرن، پس فرداش نموشد دو سه روز دیرترش میگیرن. همچنین به این زودی ها فروش آنلاینی بلیط ها در وبسایت سامان ایر راه اندازی می گردد. در عین زمان جناب سفیر گفت که هنوز حریم هوایی بین تاجیکستان و ازبکستان و روسیه باز نشده است و مسئله دیگر یعنی رفتن و باز برگشتن است. جناب سفیر می گوید که به سفارت از جانب شرکت های کلان روسیه نامه می رسد و آنها جای کار و معاش خوب پیشنهاد می کنند. با ما در باره پروازو صحبت کردیم و همون گونه که در بالا جناب سفیر هم گفت در باره قضیه سیومین، یک موضوع دیگری مطرح میان مهاجران در روسیه ماس همین قضیه دوامداری قتل هویدا تیلوزاده 5 ساله است. انتظار می رود که 20 نوامبر مرافع دادگاهی در نسبت گمانبر این جنایت الکساندر سیومین دوباره اثر گرفته شود. و سفیر چی میگوید که در مرافع مذکور نمایندگان سفارت شرکت خواهند کرد یا نه؟ بله، این سال را من از جناب سفیر کردم. اون کس در این باره نیز توضیح داد و گفت که از روز اولی آشکار شدن این جنایت سفارت با والدان هویدا در تماس است و با آنها کمک حقوقی می رساند. یا از وقتی که همین قضیه از شد، این در تحت کنترل سفارت هست، در تحت کنترل وزارت کارهای خارجه و کمک تاجیکستان است. پس تفتیش های لغوی نشان دادن که سیومین یعنی که بیماری روی علاقه نیست و البته باید سود برگزار شد و اون جزای خودش باید حتما بگیرد.
حالا منتظر میمونیم که دادگاه در نسبت گمانبر در قتل دختری تاجیک که تابستان سال 2018 اول تجاوز و بعدن کشت کشته شد چه حکمی را روا میبیند. سپاس بر شما. در ضمن صبح امروز من با عبدالسلام سعیدوف پدر هویدای غورامرک صحبت داشتم. او گفت در دوام این دو سال با اهل خانواده‌اش سرسون و سرگردان است. پدر غمزده افزود که امیدوار میباشد قاتل فرزندش بالاخره جزای سزاوار را میگیرد. در این برابر خانواده هویدای کشته شده میخواهند در دادگاه از قاتل او الکساندر سیومین تاوانی مالی طلب کنند. رومیورم با موضوعهای دیگر. هفته‌های اخیر در برابر بلند شدن نرخ خوراکواری وارداتی محصولات داخلی نیز گران شده است. این روند باز هم به جیب قشر آسیب‌پذیر کشور ضربه می‌زند که به قبل آنها از این معاش به آن معاش به زور زندگیشان را سرشته می‌کنند. همان گونه که همکاران ما براد یوسفی و اسکندر فیروز می‌گویند تعدادی از تاجران بازارها بنابر بلند رفتن نرخ‌ها از فروش بعضی محصولات خودداری می‌ورزند. طول یک ماه اخیر بار دوم است که در بازارهای تاجیکستان قیمت روغن رستنی، قند و شکر و تخم مرغ، مواد نیازی اولیه مردم به طور بی‌سابقه بالا می‌رود. اگر بار اول قیمت اساساً محصولات وارداتی بالا رفته باشد، این بار نرخ محصولات تولیدات داخلی نیز با قیمت محصولات وارداتی تقریباً برابر شده است. حالا قیمت یک لیتر روغن رستنی از 11 سومانی قبلی تا 19 سومانی، یک دونه تخم مرغ از 80 درم تا 1 سومانی و 30 درم و یک کیلو شکر از 6 سومانی و 50 درم تا 10 سومانی بالا رفته است. همه چیز گران شده است. پیشتر 30 دونه تخم 12 سومانی بود. حالا به 34 سومانی برابر شده است. کار به کجا رفته استاده است؟ لیکن فابریکه های مرغ پروری ساخته استادند. همه چیز قیمت شده است. تمام چیز، ارد، کارتوشکا، همه چیز گران شده است. تاجران سبب گران شدن قیمت محصولات نیازی اولیه را به بالا روی قرب دلار آمریکایی و بالا بردن قیمت ها از تولید کنندگان و وارد کنندگان می دانند. حتی برخی تاجران با سبب بالا رفتن از فروش بعضی محصولات دست کشیدند. خیلی نرخ هم کم کم بسیار همی روغنش بلند رفته گه شنیم شکر هم بلند رفته گه مونه میفروشیم سودونه میکنیم. بلوروی قیمت محصولات نیازی اولیه بیشتر از همه افراد نفقه خور و کلان سال را در حالت شوک گذاشته است. آنها پیشنهاد میکنند که در چنین وضعیت حکومت باید برای نفقه خوران مغازه های مخصوص با نرخ های دسترس تأسیس دهد وگرنه حال آنها تباه خواهد شد. Масло очень дорогое, 2-литровое 36. А кроме масла надо хлеб, надо сахар. Равган бехат гарон аст. 2 литраш 36 сомони. Вале багайр аз равган нон даркор, шакар даркор, хокаи ҷомашӯи даркор. Дар ин ҳолат чӣ хел бо 300 сомони нафақа зиндагӣ кардан мумкин аст? Ин заруртарин чизҳо аст. Алакай моҳост ки мо ҳасибро надидаем. Нархҳояшон дастнорас аст. همین طور گوشت، ارد هم قیمت، همه چیز قیمت است. ما نمی‌بینیم، این حتی نه دستوپنی ثانه. میاسا توجه، موکا دارگای، همه دارگای. کارمندانی بخش بودجه‌ای میگویند اگر معاششان تا 15% بالا شده باشد، نرخ برخی محصولات از 30 تا 40% بلند شده است. در زندگی من مثلا روغن، شکر، تخم، مرده من که چیزا میگیرن اما یعنی نرخ قیمت چیدگی به معاش ما نمیرسه. اقتصاددان ها بر اینند که برای جلوگیری از افزایش به یک باره قیمت محصولات نیازی اولیه در پس منظری به قربشوی سامانی باید مقامات حکومت راه های با اسعار خارجی مخصوصا دلار با قرب رسمی تامین کردن تاجران وارد کننده را پیدا کند. برای نگه داشتن نرخ محصولات در داخل تولید شونده باید مقامات خدمات ضد انحصاری دست به کار شوند. مثلا ببین بر روغن پخته را ما در خیلی تاجیکستان استحصال میکنیم. اشیای خام شما ای تاجیکستان است. پوندونش مثلا چکل میتواند صاحب کار در مورد بلند شدن قرب این فرض کردیم دلار اینا به طوری بگیم که تعجیلی نرخ روغن پخته را بالا بردارد. گرانشوی به سابقه قیمت محصولات نیازی اولیه در حال است که شکر و قند و روغن افتوپرست اساساً از روسیه به تاجیکستان وارد می شود. ولی سالهای اخیر مقامات از افزایش فابریکه های مرغ پروری و تولید تخم آن گزارش ها می دهند.
دوستان عزیز، تو این لحظه برنامه برای تون در برای جزئیات فروش بلیط ها از روسیه به تاجیکستان و سرگیری محاکمه دادگاهی قتل هویدای 5 ساله معلومات دادیم. بالاروی نرخ خوراکواری در بازارهای تاجیکستان از موضوع دیگری ما بود. حالا یک آگاهی پیشنهاد می شود. بعد آن آید بیماری قند در تاجیکستان صحبت میکنیم که در شرایط پاندمی کووید 19 تشویش آور شده است. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. پاندمی کووید 19 احوال بیماران دل و قند و فشار بلندی را ناگوار کرده است. در بیشتر حالات جسم گرفتاران این بیماری ها برای مقاومت به کرونا ویروس ضعیف است. این هم در حالی است که شماره این گونه بیماران در تاجیکستان همه ساله بیشتر می شود. همکاران ما براد یوسفی و اسکندر فیروز با وضع معالجه گرفتاران دیابت قند در کشور آشنا شدند. دودی حسین ساکن 74 ساله ناحیه ایوانج 10 سال اخیر با مریضی دیابت قند به اصطلاح دست به گریبان است. هر سال تا 3 دفعه برای آزمایش سطح قند در خونش به مرکز جمهوریوی کلینیکی اندوکرینولوژی در شهر دوشنبه مراجعه میکند. مثلا بعضی وقت می شود 12 14 بعضی وقت می شود 9. من خیلی بعد دارو توصیه میتیم میگیرم و استفاده میبرم اون دارو را. دوریو قیمت هم. با فرق از دادی حسین 74 ساله، تخمینه سعید و 47 ساله علاقه 5 سال اخیر از مریضی دیابت قند اذیت میکشد. اساس عصب شدگی قند ما عصب شدگی خمیم خدا رو شکر. حالی خمه خیلی بهتر سو میکنم. همی همو پس میم با میسپوریم با میرویم خیلی. در زمانی که پاندمی کرونا ویروس در جهان در حال خروج است، طبیبان گرفتاران مریضی دیابت قند را در برابر این وبای عصر بیشتر آسیب پذیر میدانند. با منظور این توجه گرفتاران بیماری دیابت قند به تبابت در این شب و روز بیشتر شده است. وقتی گرفتار می شوند نسبت به شخصانی سالم کمی وزبین تر می گذارونند این بیماری را. چونکه بیماران گرفتار دیابت قند در آن آریزه ها دیده می شود. در تاجیکستان حالا نفران رسمان گرفتار به مریضی دیابت قند ثبت شده در حالی افزایش است. در حالی که به گفته طبیبان تعداد دیگری مریضان گرفتار به دیابت قند هستند که به طبیبان مراجعه نکردند و همچون بیمار ثبت نشدند. بسیارتر در بین کارگران که راستی گپ میگم که کسی وظیفه دار است. از سبب که کم حرکتی فرقی هستم باشد. نه فقط بعد بسیارتر شخصیت هایی که ساختار های نظامی که بسیارتر به بیمار استرس بسیارتر عصبانیت ها هستند. سری وقت تا خوراک خوردنشون در معیار نیست و از چی کردنشون نخوردن خوراک های نسالیم می تواند به بیمار دیابت قند دارن. مسئولان مرکز جمهوریوی کلینیکی اندوکرینولوژی میگویند فعلا گرفتاران مریضی قند در کشور انسولین یکی از هورمون‌های مهم برای تبابت این بیماری را رایگان دسترس میکنند. تامین کننده اصلی انسولین به بیماران دیابت قند مقامات حکومت تاجیکستان و سازمان بین المللی حیات برای کودک نامبر میشود. با این حال در یک سال اخیر شماره گرفتاران رسما ثبت شده به دو نوع سینوسالی مریضی دیابت قند 2000 نفر افزایش یافته به حدود 48000 نفر برابر شده است. و سردبیر سومونه اخبار میگوید تصمیم گرفته است که فعالیت این پایگاه مستقل خبری را قطع کند، اما افزوده است ما را نه یگان بحران یا کمبود موضوع و خواننده بلکه یک حکم بی اساس مجبور به ترک میدان کرد. سومونه اخبار 4 سال پیش در پراگ به کار آغاز کرده بود. میرزای سلیمپور گفت قرار دادگاه عالی در فعالیت سومونه مشکلات زیادی حقوقی را به بار آورده است. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروزه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانه www.azadi.org بخونید و نوارهای جالب در صفحه ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو گذاشته می شود. فراموش نکنید فردا شما رو با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را ایجاد کنید و خدا نگهدارتون.